התייחסות. انتخابات واقعاً یک انتخابات فوق‌العاده‌ای بود که مدیرای مسئله ما بود که راحتی بشه از کنارش گذشت. اتفاق بسیار بزرگی بود برای تاریخ ایران، افتخار بزرگی بود برای تاریخ ایران. اصلی ترین اتفاقی که در این انتخابات افتاد و در طول انتخابات، هم در زمان برگزاریش، هم قبل از انتخابات و هم بعد از انتخابات معنای ویژه پیدا کرد، مسئله تقلب بود. من تقلب رو دیروز در بین جمع دوستانی که همینجا بودن باشون صحبت میکردم، با این عنوان چرا تمزالود مطرح کردم، گفتم که تقلب از یک زمانی اسم رمز شورش در ایران شد. یعنی به جای این که تقلب به عنوان یک نگاه کاملا فنی در انتخابات باشه، تبدیل شد به اسم رمز یک نشورشی که توی اون سازماندهی آرا وجود داشت، توی اون فعال شدن نیروها وجود داشت، لشکرسازی برای تقلب وجود داشت، در حالی که تقلب لشکرسازی احتیاج نداشت. تمرین پهن شدن مردم توی خیابونها برای اولین بار در ایران شکل گرفت. این تمرین نگهداری گسترده مردم در خیابونها، اینها از نکات قابل توجهی بود که در چارچوب تقلب میتونه خیلی معنا پیدا بکنه. ابزار اطلاع رسانی بسیار فعال و منظمی که میتوانست جا به جا بکنه، و این خب البته بخشش برمیگشت به شرایط فنی جامعه که اسمس، اینترنت، فیسبوک، ارتباطات دیگه، همه اینها میتوانستن کمک بکنن. و شاید این اون چرا که جناب آقای معاون دستان به عنوان انقلاب رنگی مطرح کردن یا انقلاب مخملی مطرح کردن، رنگ مخملی هم به لباسشون هست، من مخملی بودم، این انقلاب به عنوان انقلاب رنگی مطرح کردن، من فکر میکنم که ظرفیتش وجود داشت. من نمیدونم واقعا هدفش وجود داشت یا نیتش وجود داشت یا نه، اما ظرفیت این کار در این اتفاق وجود داشت. این ظرفیت اگر در یک کشور یک کمی ضعیف‌تر از ایران بود، واقعا میتوانست عمل بکنه. تقلب واقعا در ایران وجود نداشت. من تعجب میکنم که واقعا این وضع در ارتباط با 11 میلیون اختلاف این دفعه مطرح میشه. شاید هیچ کس در این جمع نباشه که ندونه که من هم طرفدار ریاست جمهور شدن آقای احمدی‌نژاد نبودم و دوست نداشتم آقای احمدی‌نژاد رئیس جمهور باشه، اما وقتی که 11 میلیون رای بیشتری آقای احمدی‌نژاد آورد، به عنوان یک کسی که طرفدار مردم سالاریه، به عنوان یک کسی که طرفدار دموکراسیه، به عنوان یک کسی که طرفدار استقلال این کشوره، من احساس کردم که وقتی ما این رای 11 میلیون اختلاف رو نپذیرفتیم به خاطر کسی که دوست نداشتیم کاندیدا بشه و این رو نسبت بهش انتقاد کردیم، به مردم سالاری، به دموکراسی، به تاریخ ایران و به عظمت ایران خیانت کردیم، و مهمتر این که فضای رشد مردم به سمت دموکراسی و نهادینه شدن جامعه مدنی رو جلوش رو گرفتیم. 13 میلیون هم رای دهندگانی داشتیم که برای اون صدای رای دادن. اینها هم جز کسانی بودن که افتخار 40 میلیون رای رو آفریدن. اینها را نباید فراموش کنیم. اینها هم جز کسانی بودن که افتخار 40 میلیون رای رو آفریدن. ما باید یه فضایی درست کنیم که از الان بتوانیم در درون جامعهمون یک نوع روشی پیدا بکنیم که بتوانیم همه اینها رو هم جذب و جلب کنیم دوباره، تا انشالله با همدیگه بتونیم ایران رو بسازیم، ایرانی که مال همه ماست، ایرانی که حفظش از اوجب واجباته.